وضع زمین، آسمان و انسان در روز قیامت. اوصاف روز رستاخیز در قرآن. قرآن مجید قیامت را روز فرار می داند، یعنی روزی که انسان از پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزندان و اقوام خود می گریزد و هر کس به کار خود مشغول است و در واقع روز محشر روز قطع پیوندها و خویشاوندی است. از آیات قرآن مجید به خوبی برمی آید که بر پایه معاد یا جهان آخرت تنها در زنده شدن دوباره انسان ها خلاصه نمی شود، بلکه همراه آن مجموعه ای از حوادث روی می دهد که در این ویدیو به برخی از آنها اشاره می کنیم. وضع زمین، دریاها و کوه ها. بر اساس آیات سوره مبارکه تکویر، زلزال، دخان و واقعه در روز قیامت لرزشی سخت زمین را فرا می گیرد. آنچه بر زمین پدیدار گشته فرو می پاشد. سطح زمین آشکار و نمایان می گردد. زمین شکافته می شود و مردگان از آن بیرون می آیند تا در قیامت محشور گردند. دریاها از هم شکافته، جوشان و برافروخته می شوند. کوها از جا کنده می شود و به صورت غیر متعادل به حرکت در می آیند و بسان تلی از خاک در می آیند و مانند پشم زده می شوند و نرم و انعطاف پذیر می گردند و سرانجام مانند ذرات غبار پراکنده می شوند. از سلسله کوههای سر به آسمان کشیده جز سرابی باقی نمی ماند. وضع آسمان و ستارگان. سوره های تکویر، انفطار، تور و رحمان درباره وضع آسمان و ستارگان اشاره دارد که وضع آسمان دگرگون می شود و ستارگان از جای خود کنده می شوند. آسمان دچار نوی تموج و حرکت پاره پاره و شکافته می شود و مانند گل سرخ و روغن و فلز مذاب نمایان می گردد و سرانجام به شکل دود در آمده در هم پیچیده می شود. نور، خورشید و ماه به خاموشی می گراید. نظم آنها به هم می خورد و به سوی زمین پرتاب می شوند. نفخ سور. در آیات و روایات یکی از نشانه‌های قیامت نفخ سور است و آن دو نفخ دمیدن است که یکی نفخ مرگ و پیش از قیامت عمومی رخ می دهد، یعنی پیش از برپایی قیامت صدای مهیبی به گوش می رسد که همه موجودات آن را می شنوند که موجب مرگ همه آنها می شود و با واسطه آن نظام عالم به هم می خورد. دیگری نفخ حیات است که قیامت برپا می شود و صحنه جهان با نور خداوند روشن می گردد و همه انسان ها و حتی حیوانات در یک لحظه زنده می شوند. قرآن مجید در سوره زمر آیه 68 درباره نفخ سور می فرماید و در سور دمیده می شود. پس همه کسانی که در آسمان و زمین هستند می میرند مگر آنان که خداوند بخواهد. سپس بار دیگر در سور دمیده می شود. ناگهان همگی به پا می خیزند و در انتظار حساب و جزای خود می مانند. اوصاف رستاخیز. قرآن نامها و اوصافی مختلف برای قیامت برشمرده که هر یک به حقیقتی اشاره دارد. برخی از آنها عبارتند از واقع شدنی و تردید ناپذیر است. قرآن در آیه 2 سوره واقعه و آیه 7 سوره حج قیامت را امری می داند که در وقوعش هیچ شک و تردیدی نیست. نزدیک بودن. قرآن در آیه 7 سوره معارج قیامت را نزدیک می شمارد و در برخی از تعابیر از آن با کلمه فردا یاد می کند. از جمله آیه 18 سوره مبارکه 8. حق بودن قیامت. قرآن در آیه 39 سوره نبا قیامت را روزی حق می داند. روزی است که در آن حق مطلق ظهور می کند و جایی برای باطل نیست و هر کسی به حق خود می رسد. خبر بزرگ. قرآن در آیه 67 سوره صاد، آیه 15 سوره یونس و آیه 3 سوره هود از قیامت با عنوان خبر بزرگ یاد می کند و نیز با تعبیر روز عظیم، زیرا رویدادهای عظیمی در آن رخ می دهد و همچنین با تعبیر روز کبیر. روز فریاد. صحنه محشر را روز فریاد یا یوم التناد می گویند. این نام بدان جهت است که دوزخیان بهشتیان را صدا می زنند.
روز فرار. قرآن مجید قیامت را روز فرار می داند، روزی که انسان از برادر، مادر، پدر، همسر، فرزندانش می گریزد و هر کس به کار خود مشغول است و به تعبیری روز قطع پیوندها هست که رابطه خویشاوندی گسسته می شود. پیر کننده. قیامت روزی است کودکان و نوجوانان در آن پیر می شود. دلیل آن شاید طولانی بودن و یا سخت بودن حوادث آن روز است. آیه 17 سوره مزمل. آشکار شدن رازها. در قیامت همه رازها و اعمال انسان آشکار می شود و مؤمنان و بدکاران با چهره خود باز شناخته می شوند و نامه اعمال انسان گشوده می گردد، نامه ای که همه اعمال در آن ثبت است و هر کس هر عمل خوب و بدی را که انجام داده می بیند. سوره طارق آیه 9 و سوره تکویر آیه 10. بله، این بود ویدیوی امروز من. برای ویدیوهای بیشتر نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین. و برای حمایت از ما کافی است ویدیوی ما را لایک و شیر کنید. نظریات زیبایتان را هم می توانید در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار شما.